دشمن امروز مشخصاً عبارت است از آمریکا، انگلیس، زرسالاران بین المللی، صهیونیست ها و دنباله هاشون. اصلی ها اینا. آمریکا دشمن است با جمهوری اسلامی، با ایران مستقل، با ایران روبه جلو و پیشرونده. انگلیس که مستعمر پیر از کار افتاده دوره قبل است و حالا باز مجددن به این منطقه دارد نفوذ میخواد بکند، دشمن است. صهیونیست‌ها دشمنن. سرمایه‌داران بین المللی و زرسالاران بین المللی دشمنن. اینا دشمنای است. اینا دشمنن. علاوه بر اینها یک دشمن دیگری وجود دارد و او درون خود ماست. درون خود ما. خود ما یعنی چه؟ یعنی من، شما، پلون مسئول، پلون جوان. اون دشمن درونی چیست؟ اون دشمن درونی عبارت است از بی انگیزگی، ناامیدی، بی حالی، بی نشاطی، تنبلی. اینا دشمن ماست. وقتی که فرض کنید وزیر خارجه خوش اخلاق آمریکا در نامه وداعیه خود توصیه میکنه به دولت بعدی که به ایران سخت بگیرید، هر چی میتونید سختگیری کنید، تحریم ها رو حفظ کنید، نگه دارید، بدانید با سختگیری میشود از ایران امتیاز گرفت، کما اینکه ما گرفتیم. او میگه خب این دشمنه دیگه. حالا این دشمن، دشمن خندانه. یک دشمن بود که میامد صریحا میگفت که ایران محور شرارت است. اینو صریحا نمیگه، اما رفتار او همین رفتاره. این شد دشمن دیگه. پس ما که هی میگیم دشمن دشمن، نه اینه که میخواییم شعار بدیم، نه اینکه به قول بعضی آدم های بی انصاف در کار میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه، دشمن تراشی نیست. خب دشمنه دیگه، چشمت باز کن تا ببینی. ببندی چشمتو البته نمیبینی، سرتو تو برق فرو کنی نمیبینی، اما سرتو بلند کن نگاه کن میبینی. دشمن دنبال این است که این عوامل اقتدار ملی رو که بنده عرض کردم اینا رو از بین ببره. این هدف دشمن اینه: ایمان رو از بین ببره، حیا و عفاف رو از بین ببره، پایبندی به مبانی دینی رو از بین ببره، اعتقاد راسخ به حاکمیت دین رو از بین ببره، عزت ملی را مخدوش کنه، حرکت علمی رو متوقف کنه، دستگاه ها و مجموعه هایی که مظهر اقتدار کشور هستند، اقتدار ملتند، اینها رو تضعیف کنه. شما میبینید به سپاه حمله میشه، به بسیج حمله میشه، به شورای نگهبان حمله میشه. اینا همینه دیگه. من کاری به این بگومگوهای اخیر بین رؤسای دو قوه ندارم. اینا چیزای مهمی نیست، اینا تمام میشه به حول قوه الهی، چیز اهمیت داری نیست. دشمن میخواد این چیزا رو بزرگ کنه، لکن وجود یک قوه قضاییه مستقل و شجاع و قاطع را همه باید قدر بدانن، همه باید کمک کنن. بنده هم از دولت‌ها حمایت میکنم، هم از قوه قضاییه حمایت میکنم، هم از مجلس شورای اسلامی حمایت میکنم، از همه من حمایت میکنم. اما باید دید اون چیزی که میتوانه دشمن رو در اهداف خودش ناکام کنه اون چیه. یکی از اهداف اونا از این تحریم ها همینه که مردم را از نظام جدا کنند، مردم دچار مشکلات باشن،
بیکاری باشه، رکود باشه، مشکلات گوناگون اقتصادی باشه، ما هم تو حرف بزنیم، مردم هم دچار مشکلات، تحریم میکنن برای اینکه این کارا اتفاق بیفتد. تحریم هم که به ظاهر برمیدارن جوری برمیدارن که این مشکلات برطرف نشه. ما باید در مقابل چیکار کنیم؟ پادزهر ما این است که ما کاری کنیم که اقتصاد قوی، مقاوم، پایدار، یعنی همون اقتصاد مقاومتی که بارها گفتیم و گفتیم و گفتیم، این هم از عوامل اقتدار کشوره. کشوری که اقتصاد قوی داشته باشه پولش هم ارزش پیدا میکنه، مسئولینش هم ارزش پیدا میکنن، مردمش هم اعتبار پیدا میکنن. تحمیل دیگه بر اینها نمیشه کرد.